به نام خدا. عرض سلام خدمت شما دانش آموز محترم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما یک سوال رو میخوایم، البته در دو بخش، معادلات مثلثاتی رو حل بکنیم از صفحه 44 درس حسابان دو. حسابان دو صفحه 44 سوال اینه، گفته که سینوس پی دوم مساوی است با سینوس سه ایکس. و سوال بعدیش اینه که گفته که کوسینوس ایکس مساوی است با کوسینوس دو ایکس. این دو تا مثال رو میخوام حل کنیم. خب ببینید، چون ما تو ربع اول قرار داریم، پی دوم با سه ایکس باید برابر باشه، یعنی این آرگومان ها باید یکی باشن، اون درجه ها باید یکی باشه، پس پی دوم باید مساوی باشه با سه ایکس. قاعدتا ایکس هست پی ششم. یه نکته رو به شما بگم، صورت سوال در صفحه 44 گفته که معادله حل شود. مهم نیست حالا معادله مثلثاتی یا چند جمله یا کسری، هر چی هست، حل معادله یعنی اینکه شما ریشه های اون معادله رو به دست بیارید، ایکس اون معادله رو به دست بیارید، اون متغیری که داری رو به دست بیارید. این یعنی معادله حل کرد و ما اینجا الان ایکس رو به دست آوردیم. حالا یه چیز دیگه، برای این سوال باید چیکار کنیم دوستان؟ کوسینوس x مساوی است با کوسینوس 2x. من در یه جلسه کامل در مورد 12 تا رابطه مثلثاتی توضیح دادم، حالا اون رو کامل میتونید اون فیلم جداگانه ببینید، اصلا یاد بگیرید که اینا رو باید چیکار کرد. اما میخواستم کاربردی صحبت بکنم، گفتم اینا باشه و در کنارش اینو برای شما توضیح بدم. کوسینوس 2x یعنی این بچه ها معادله سومی، کوسینوس 2x هست و کوسینوس 2 این های. چرا؟ به خاطر اینکه ما باید اگه میخوایم معادله حل کنیم باید اینها، البته نه در اینجا، باید اینا یکی باشن. منظور از یکی بودن یعنی اینکه از یک درجه یا از یک زاویه باشن. به عبارت شما باید حلش کنیم دیگه. حالا برمیگردیم دوباره سر این که ببینیم که اصلا این حلی که کردیم درست بود یا نبود. برمیگردیم، من اگر بیام حل کنم، حل دیگه حل کنم، بگم کوسینوس x مساوی است با کوسینوس 2x میشه 2 تا کوسینوس 2x منهای 1. چرا اومدم اینجوری کردم؟ میتونستم مثل بالایی، نمیتونستم بنویسم x مساوی با 2x؟ اون وقت x از x میرفت، آیا 1 با 2 برابر است؟ ما به تناقض میرسیم، از اینجا نمیتونستیم کار رو انجام بدیم. اما اینجا از یک شکل نبودن، این یه مقدار بود و این یک متغیر بود و ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. پس ما دیگه اینجا حلش کنیم. دوست عزیز، من الان به یک سری معادله رسیدم، اگه اینو بیارم اون طرف معادله چه اتفاقی میفته؟ میشه 2 تا کوسینوس 2x منهای کوسینوس x منهای 1 مساوی 0. حالا اگه من بیام فرض کنم کوسینوس x باشه فی و فی رو جایگزین کنم دو بالا، چه اتفاقی میفته؟ میشه 2 تا فی به توان 2 منهای فی منهای 1 مساوی 0. من ریشه های این معادله رو باید به دست بیارم. اجازه بدید این روابط رو پاک کنم که نیاز بهش رو نداریم، که فضا باشه که مسئله رو حل کنیم. من ریشه های این رو به دست بیارم کارم تمومه. از روش ضربدری استفاده میکنیم، یک و یک، چون یک ضرب در یک باید بشه یک، علامتش منفی، یه دونش رو منفی میدم.
دو فی به توان دو، یه دونش رو فی میدم یکیش رو دو فی میدم، چون ضرب این دوتا بشه دو فی به توان دو. سوال، باید ضرب فی ضرب در منفی یک با ضرب دو فی ضرب در یک بشه چی؟ بشه چی؟ بشه منفی فی. من این علامت منفی رو اگه بدم به بالایی چه اتفاق میدیم؟ میشه منفی دو فی به علاوی فی، میشه منفی فی. و حالا که بشه منفی فی، منفی فی وسطی در میاد، پس ریش به صورت در واقع ضرب در میسن میشه فی منهای یک دو فی به علاوی یک، چون این علامتش برابر است دیگه، مثبت دیگه، مساوی است. پس یه فی میشه یک، یه فی میشه منهای یک دوم. یادتونه فی رو چی فرض کردیم؟ کوسینوس. پس کوسینوس فی، ببخشید کوسینوس ایکس، معذرت میخوام، کوسینوس ایکس مساوی یک، کوسینوس ایکس مساوی است منهای یک دوم. کوسینوس x مساوی 1 یعنی چی؟ پس قطعاً x شما یا 0 بوده یا 2π بوده. کوسینوس x مساوی منفی 1 دوم یعنی چی؟ یعنی کوسینوس ما چی بوده؟ قطعاً منفی 60 درجه بوده دیگه. شما الان بیا توی اینجا توی دایره مثلثاتی کوسینوس اینجا مثبته ولی اینجا منفیه. ببینید این سینوسه، ببخشید این کوسینوسه، درسته؟ کوسینوس اینجا مثبته، اینجا منفیه، کوسینوسه اینجا منفیه. پس توی ربع سوم یا چهارم، ببخشید ربع دوم یا سوم باید باشه. پس کوسینوس 60 درجه میشه یک دوم. قطعاً این باید این طرف باشه، یعنی تو ربع سوم باشه 60 درجهش. خب حالا چند بود بگیریم؟ 180 درجه که تا اینجاست، 60 درجه که تا اینجاست، جمع بشه میشه چقدر؟ میشه 240 درجه. پس x ما باید اینجا چی باشه؟ 240 درجه باشه. درجه اینا رو ما رادیان نوشتیم، چه کار کنیم اینو؟ خیلی راحت، برای اینکه درجه رو به رادیان تبدیل کنید با این نسبت میگید پی یعنی 180. روبروی پی باید رادیان بنویسید، نداریم، علامت سوال. روبروی 180 درجه باید در واقع زاویه رو بنویسید، چند؟ 240 درجه. خب من باید اینو حلش کنم، پی میشه چی؟ این از این میره، خدمت شما عرض کنم، این از 6 میشه 3، این از 6 میشه 4، میشه 4 سوم، 4 پی سوم میشه و علامت ما. پس x ما میشه 4 پی تقسیم بر 3 و همین راحت. پس ما 3 تا جواب داریم، یا 0 یا 2 پی یا 4 پی سوم، به همین راحت. فقط مهم اینه که تو حل این سوال باید این حواستون باشه، این 12 تا رابطه‌ای که نوشتیم که حالا چند تاش اینجا پایین پارک کردیم ناقص شدن، این 12 تا رو شما باید بلد باشید که برای حل معادلات با این فرم رو بتونید به راحتی حل بکنید و کار سختی هم نیست، با حل زیاد دستتون. خب امیدوارم که از دیدن این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. با آرزوی موفقیت برای شما. شاد و سربلند باشید.